نکته اول اینه بپذیریم که مکتب رفتن یک مرحله بسیار مهم و تاثیرگذار است و نیاز به توجه بسیار بسیار خاص داره. چه از طرف کی؟ از طرف پدر مادر و والدین. چرا؟ نکته اول ببینید، متناسب با توان مالیمان و شرایط اجتماعی و اقتصادیمان در نظر بگیریم که طفلمون را به کدام مکتب میفرستیم. معلم صنف اول او چه قسم آدمی است؟ با اینا رو باید توجه داشته باشیم. حتماً بسیار مهم است. ما تاکید نمی‌کنیم، هیچ اصراری هم ندارم. حالا شاید عزیزان ما بگن با این وقت وضعیت اقتصادی در مملکت ماست، مثلا خانم زایی داره میگه که حتماً بفرستیم مکاتب خصوصی. نه، هیچ اصراری نسبت به این قضیه ندارم. ولی کن بسیار مهم است که پدر مادر دغدغه را داشته باشن که طفلشان که از محیط خانه میگیرن وارد یک محیط جدید که بسیار هم مؤثر و تاثیرگذار است می‌گذارن. حالا مثلا به لحاظ دوری، نزدیکی، معلم صنف اول او کیست؟ مسئولیت مکتب، عامر مکتب، به عبارتی مدیرای مکتب چه قسم آدم‌ها هستن، چه چیزایی براشون اولویت هست و خود او. این مهمه. ببینید، چون خشت اول گر نهد معمارکش تا ثریا می‌رود دیوارکش. اگر مسئله مهمی است که در اولین صنف، در پایه اول مکتب علاقه به علم، علاقه به دانش، علاقه به مکتب اتفاق می‌افته، جدای از اینکه بچه ما چقدر استعداد داره، چقدر توان داره، چه قسم توانایی رو بروز میده، نه، اساساً دانش را، مکتب را، علم را دوست داره یا نه. و این اتفاق دقیقاً بر اثر اون محیط و نوع واکنش و برخوردی که معلم یا مثلا فرض کنید حتی مدیرای مکتب در موردی انجام میدن. لذا خواهش ما است که ببینید، من تاکید دارم هیچ وقت این قسم نیست مثلا بگیم که مکتبی که داخل صنفی که 7 نفر باشن حتما کیفیتش بالاتر است، اگه 40 نفر باشن کیفیت، نه، متناسب با شرایط اقتصادی اجتماعی فرد. ولی خواهشانی دغدغه را داشته باشن و این به عنوان یک مرحله بسیار بسیار مهم در نظر بگیرن که خیلی خیلی زیاد روی عزت نفس کودکان ما تاثیر میگذاره. اولین مرحله چرا؟ به خاطر اینکه از یک محیط بسیار بسیار یار عاطفی و کم دغدغه و کم تکلیف بله، وارد یک محیط دیگه میشن. خب خانم رضای عالی، والدین عزیز ما مکتب در پیش خانه شان است. بله. خب مجبور هستن که طفل خود در نوع مکتبی که در پیش خانه است برن ثبت نام. بله. خب آیا این مادر یا پدر میتونه که صلاحیت داشته باشه که معلم از او انتخاب کنه یا محیط مکتب او بتونه تغییر بده؟ کمک سخت به نظر میاد در این شرایط کشور ما. درست. چی کار دیگه میتونه که بکنه که بتونه موثر باشه؟ چون به واقعیت خب او مدیر مکتب معلم انتخاب میکنه. بله. درست؟ بله بله. یا در تعلیم و تربیت معلم ها را مثلا برای مکاتب انتخاب میکنن، در صلاحیت والدین نیست انتخاب اینا. کاملا درست. بله. لااقلکن روز اول مکتب دست دخترم، دست بچه‌م بگیرم، وارد صنف شم، معلم رو ببینم، این دختر اولم است، بچه اولم است، بچه دومم است، بچه سومم است، این بچه من مثلا این خصوصیات داره، این ویژگی ها رو داره، این اخلاق داره، خواهشم است مثلا بچه من مثلا فلان است، چشمش کمی مشکل داره، این میز اول دوم بشانین، یک کمی که گوشاش مثلا یک کم دیرتر میشنه و این جای بذارین که به شما مثلا نزدیکتر باشه. نکته بعدی که ببینید، من حداقل این نکته بسیار مهم میخوام زوری شما، من به عنوان یک معلم وقتی میبینم که مادر شاگرد من از روز اول کنار بچه‌ش اومده و برایش دغدغه داره و برایش مهم است که بعد میایه میگه که ببینید شرایط بچه من این قسم است و بعد هفته نمیگیم که حالا هر دم هر ساعت به اصطلاح بعضی از مادرها این قسم هستن رای مکتب خانه رو بگیره و برو نه بسیار افراطی است و خب یعنی به یک گاهی وقتا متاسفانه دخالت کردن در مسائل آموزشی و در مسائل تعلیمی است، معلم ممکنه خدای نکرد نه، ولی حداقل دو هفته یک بار، سه هفته یک بار، بله. ماهی یک بار بیای به این معلم سر بزنه و بگه خب بچه من چه قسم است، پیشرفتش خوب است و بعد رو در رو معلمش تشکر کنه، تشکر از شما که زحمت میکشین، نام خدا خیلی سر دارن، بله، نام خدای بله. صنف 40 نفری را خیلی کار میکنیم که شما یعنی یک قوت قلب، یک ارزش گذاری و به عبارتی توجه کردن به خود معلم. بله. از طرفی خب بچه ما مثلا این روزا که مثلا خانه که میایه فلان تکلیفی که شما میگه مثلا یه قسم مینیمیزه، این رقم درست است، این نیست، این چیکار کنم به نظر شما، مثلا در ریاضی در شمارش مشکل داره، مثلا یک و دو، هر چی توضیح ببینید توجه تمام صورت میگیره. خام این روابط بین والدین و معلم بسیار بسیار مهمه. دقیقاً. بسیار بسیار ببینید، و نکته مهمی که در ذهنیت معلم، بچه من یک بچه است که به اصطلاح خانواده اصلا بچه مهمی است، یعنی خود این رفتار من نشان دهنده اهمیت بچه من است و از این پس قطعا معلم با بچه من قسم دیگری رفتار خواهد کرد. دقیقاً. تا اون والدینی که 6 ماه 7 ماه میگذره خیلی وقتا از طرف مکتب مثلا تقاضا میشه فلان جلسه است، فلان برنامه است، بیاین به اونا اصلا انگار نه انگار هیچ توجهی نمیکنه. اصلا وقتی که وارد مکتب میشه که چالش های بسیار بسیار جدی برای بچه ها گرفتن قلم در دست است. بله. کی اصلا والدین توجه نمیکنن، اینو باید
قبل از حتی زمانی که کودکستان میرن اینو باید والدین شروع بکنن. یکی از بدترین معضل هایی که عموما برای بچه های سنف اول پیش میاد، یعنی مدل و یا شکل گرفتن، یعنی قلم بیچاره در دست است. درست. بسیاری از بچه ها استرس بیش از اندازه، استراب بیش از حدی رو تحمل میکنن. مدل گرفتن قلم اینها، ببینید مثلا خیلی وقتا چون مدل گرفتن قلم در کیفیت نوشتن و در مدل نوشتن و در تسلط بچه و مثلا روی کاغذ، روی کتابچش بسیار بسیار تاثیرگذاره. بله. ای حداقل خاموزوری 2 هفته طول میکشه بچه ایمه که از قبل یاد نداشته تا حال قلم به دست نگرفته مدل گرفتن ایره یاد بگیره. این گرفتنش که خب ساده است، نه بگیره و بنویسه، که بنویسه، بگیره و خط صاف را ببینه، بگیره و روی خطای کتابچه بنویسه، بگیره و با آرامش کامل بنویسه، دستایش نلرزه قلم مثلا. ولی متاسفانه هم از طرف معلم و هم از طرف والدین این مرحله که مرحله مقدماتی است جدی گرفته نمیشه. یعنی میبینیم که از همون هفته اول شروع خب طبیعی هم هست روال، من نمیخوایم که مثلا بحث به اصطلاح تعلیم تربیه را یا بحث مکاتب را، ولی این حداقل یک جایگاهی برای در نظر گرفتن که مثل این میمونه که شما سرباز را که میفرستید وظیفه، طرز گرفتن تفنگ را خب حداقل یک مورد دیگه تعلیم میدن دیگه، وظیفه است که وظیفه داشته باشه. حالا این همون تفنگ همو اسلحه دانش اوست، گرفتنی بسیار بسیار مسئله خاصی است. اینا یک مدتی کم از کم حداقل 1 تا 2 هفته این اجازه را بتن که بچه یاد بگیره قلم در دست بگیره و بعد اول کج نوشت ایرادی نداره، درشت نوشت ایرادی نداره، ریز. ولی متاسفانه هم در مورد بس بسیار از معلمای ما و هم در مورد والدین ما این ایدئالیست بودن و این فوق‌العاده نگاه کردن و این توقعات بسیار زیاد. و بعد نکته بعدی که حالا طبق معمول همیشه هست اینجام هست، مقایسه کردن. پارسال این بیادرت نگاه کن چی قسم خوب می‌نوشت، دختر کاکایتو ببین و چه کاکایتو نگاه کن، نمیدونم سینفی های تو خود معلم در داخل سنف. بله. یکی از شاگرد است که یک کمکی تفاوت فردی است که برای یک میتونه خوب نوشته کنه، یکی یک کمکی کمتر و خرابتر یا کج نوشته میکنه، مقایسه، مقایسه کردن او خوب است یا تو بده، از اون لحظه است دیگه او از مکتب از همه جا میتونه دلزده شوم.